خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به گزارش همکارم از فضای مجازی که توجه شما رو به این گزارش جلب میکنم. سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیز. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصت داریم تا با گزارش دیگه ای از فضای مجازی در خدمت شما باشیم. موضوعی که طی روزهای اخیر در موردش در فضای مجازی خیلی صحبت شده، موضوع فیلترینگ تلگرام و همینطور پیام‌رسان‌های داخلی هست که هر روز هم افتضاح جدیدی رو برای رژیم به وجود میاره. از جمله نظرسنجی هست که در کانال رسمی علم الهدی منتشر کردن که در این نظرسنجی پرسیده بعد از فیلتر شدن تلگرام به نظر شما کدام پیام رسان بیشتر مورد اقبال مردم قرار میگیرد؟ 90% از هوادارانش گفتن همون تلگرام با فیلتر شکن. و اما افتضاح دیگه‌ای که پیام رسان سروش در این رابطه به بار آورده این هست: اطلاعات ادمین کانال خامنه‌ای به وسیله پیامرسان امن و مطمئن سروش همه‌گیر شد. البته روشنه که اصلی ترین دلیل ترس و وحشت حکومت و تلاششون برای فیلترینگ تلگرام چیزی نیست جز قیام‌ها و اعتراضات مردمی. این روزها دیگه همه مهره‌های نظام از انواع و اقسام جناح‌ها و باندهای رژیم به این موضوع اعتراف می‌کنن که دیگه پایانشون نزدیکه. از جمله آخوند خاتمی ضمن اینکه ترس و وحشت خودش رو در رابطه با تکرار قیام دیماه 96 اعلام کرده گفته ما برانداز نیستیم ولی مردم دیگر تحمل نمی کنند. همینطور کاربری ضمن انتشار همین موضوع که در رسانه های رژیم اومده گفته بودیم این قیامی است تا پیروزی و تازه شروع کار است. و اما نمونه دیگه ای از ترس و وحشت از این سقوط رو میشه در پیشنهاداتی که نسبت به عقب نشینی موشکی، عقب نشینی منطقه‌ای و همینطور تروریستی رژیم هست دید. بهزاد نبوی در این رابطه گفته باید ماجراجویی در منطقه را کنار بگذاریم. و همینطور آخوند جنایتکار یونسی که وزیر سابق اطلاعات رژیم هست گفته مردم از دولت انتظار معجزه نداشته باشند. و اما موضوعی که این روزها در فضای مجازی وجود داره و یکی از اصلی ترین و عمده ترین موضوعی هست که اعتراضات و واکنش های مردمی هم حول اون شکل میگیره، تحول های حکومتی در مقابل فقر و درد و رنج هموطنانمون هست. یکی از کاربران در همین رابطه تصویری از چکی که نشون دهنده دستمزدی هست که یکی از آخوندها در قبال اقامه نماز میگیره رو منتشر کرده تو فضای مجازی که این چک نشون دهنده دستمزدی هست که یک آخوند در قبال اقامه نماز میگیره. همچنین ضمن اون گفته این نماز بزنه به کمرت که یک کارگر برای یک ماه کار طاقت فرسا 800 هزار تومان بگیره و تو انگل اجتماع به خاطر نماز 4,600,000 تومان حقوق بگیری. و اما دوست دیگه‌ای در مقایسه‌ای که در رابطه با سهمی که برادران خامنه‌ای در حکومت دارن و پارادوکسی که در نظام هست رو به نمایش گذاشته. تصویری هست که گفته سهم 14.5 میلیارد تومانی برادران رهبر در دولت روحانی. در ضمن اون نوشته کمبود بودجه برای مبارزه با فقر، بیکاری و یا ریزگردها و بذل و بخشش اجباری به نهادهای خاص، حکومت مستضعفین. همچنین فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که این فیلم در واقع رفتار وحشیانه ماموران سد معبر رو با یک مادر دست فروش نشون میده که این مادر تونه کابانی هستش و همینطور این ماموران سد معبر سبزی های اون رو داخل جوی میریزن. بله، و این هم تصویری هست که نشون دهنده فاصله طبقاتی در کوتاه‌ترین فاصله هستش. و همینطور ضمن اون نوشته صف ماشین آقازاده ها و یک نفر به دنبال لقمه نان در سطل زباله. همچنین موضوع دیگه‌ای که این روزها در فضای مجازی در جریان هست
در مورد زندانی سیاسی گلرخ ایرایی هستش. اون بعد از بیش از 60 روز اعتصاب غذا وضعیت وخیمی داره و در بیمارستان به سر میبره. در همین رابطه هم کاربران فضای مجازی در حمایت از اون تصاویر رو در فضای مجازی منتشر کردن که با هم میبینیم. این هم تصویری هست که برای گلرخ ایرایی که بعد از 60 روز اعتصاب غذا در وضعیت وخیمی به سر میبرد. این هم تصویر دیگری هست که در حمایت از زندانی سیاسی گلرخ ایرایی منتشر کردن. و اما در پایان به سراغ فراخوان‌ها به اعتراض‌ها در شهرهای مختلف می‌ریم. اولین فراخوان مربوط میشه به تظاهرات بزرگ مردم و کشاورزان اصفهان. اونها فراخوان دادن که در روز 18 فروردین ساعت 8 صبح برای تظاهرات حاضر بشن. و همینطور فراخوان بعدی هم مربوط میشه به استان خوزستان که در اون هم هموطنانمون نسبت به این تظاهرات و ادامه تظاهراتی که داشتن فراخوان دادن. بله، به پایان گزارشمون رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.